صبحتان بخیر. در ادامه برنامه صبح زندگی با شما عزیزا هستیم و امیدوارستم که صبح بسیار قشنگ را تا این دم تجربه کرده باشین. در روز پنجشنبه هستیم و باز هم بخش رسامی برنامه فرا رسیده با همکار خوب ما سیار جان احمدیار که با یکی از درس‌های جدید با ما شما است و قرار است امروز یک رسامی بسیار زیبا از حالت برفی داشته باشه که در طبیعت چه قسم یک تصویر برفی را ما میتونیم که داشته باشیم و بر خود ما رسامی بکنیم تا هم مقبول باشه و هم ساده تر باشه. سیار جان سلام، صبح بخیر، بسیار خوش آمدی به برنامه. سلام، صبح بخیر استم جان، خدمت شما و تمام دوستایی که بیننده ما هستن. بسیار تشکر، خدا کنه صبح بسیار خوب آغاز کرده باشی. خونه خونه خوبی دبی روی یخبندان زیاد است. طبعا سرد است امروز. خوب از باز لباس های گرم جاکت گرم پوشیدی که خنک نخواهد. بله بله. بسیار خوب سیار جان، امروز قسمه که در شروع هم ما با سیار جان یادآوری کردیم، هم هوا سرد است و دیروز هم برف باری شده بود در شهر کابل. خوب است که یک منظری برفی خودت امروز رسامی. بله امروز با وجود که طبیعت برفی است، همه جا سفید شده، ما هم با پنسل میخوایم یک طبیعت کار کنیم که برفی باشه. دوستا بیشتر با رنگ کار میکنن، برف و یاره که مثلا رنگ ها مشخص میشه، با پنسل هم ما میخواییم کار کنیم که دوستا ببینن که با فقط یک پنسل ما چیگونه میتونیم یک طبیعت برفی کار کنیم. بسیار خوب، اول دیگه از قسمت بالای کاغذ بلی. یا صفحه شروع میکنیم؟ از قسمت بالا و از سکیچینگ شروع میکنیم، اما منظری که در ذهن داریم اول سکیچش میکنیم که چی مثلا ما میخواییم کار کنیم، بعد روی پردازها و سایه ها میایم که امو باز حالت برفیش را نمایان میسازه. بسیار مقبول. خود در ذهنت چی داری سیار جان؟ یکی از کوچه هاست که روش برف باریده، کوچه های قدیم کابل است. آها. روش کار میکنیم و بعد روی سکیچینگش کار میکنیم. بسیار خوب. روزای برفی خوب است، باز او کوچه ها اگر مثلا رویش برف میباره هم مقبول میشه و هم قدر گل و لای نمیباشه. بله باز خدا نگاه کنه از روزای بارانی که مثلا جایی که زیادتر خانه قدیمی میباشه یا قریزی شده نمیباشه، زیادتر دیگه مردم به تکلیف میشن چون گل و لای زیاد میشه. قبلا نمی قسم بود، حالا کوچه ها بیشترش خوب است، سمنت شده. بعد از اینکه سکیچ کردیم میایم روی سایه ها و روشنی هایش که اینجا مشخص میشه کدام قسمت ما مثلا سفید باید باشه، کدام قسمت ما تاریک باید باشه. خصوصا قسمت های بالایی بام ها را ما میتونیم سفید کار کنیم و قسمت های آسمانی ها را تاریک تر کار کنیم تا او قسمت ها سفیدیش برجسته شود. آسمان تاریک تر باید بله بله. کم و ابرها می باشه و تاریکی ها می باشه، چون آسمان در برف تاریک می باشه و زمین روشن می باشه. بسیار عالی. خب امی اسکیچینگ شو که انجام میتیم، یعنی امو رسامی خانه یا هر چیزی که دوست داشته باشیم انجام میتیم، اول دیگه کت پنسل بسیار خیره رسم میکنیم. دقیقاً دقیقاً. و بعدا کارهای درست شک انجام میتیم یا که همه پیشرفته میشم و رسم ما باز میشه از رنگ های تیره تر استفاده کنیم. بسیار خوب، این حال دیگه کم کم تصویر یک خانه ایجاد شد. اطمان دیگه خانه دو منزله است. بله بله، خانه قسمتش دو منزله است و قسمت پایینایش است. و واقعا نمو خانه های قدیمی و فضایی که در گذشته بود زیبایی منحصر به فرد خودش را داشت که همگی به دور صندلی می ششتن یا هم به دور بخاری جمع می شدن، چای نوش جان می کردن و توتو چارمغز که همراه با قصه های اعضای خانواده فضای بسیار خاص را ایجاد می کرد. ولی امروز دیگه متاسفانه او فضاها کمتر باقی مانده. بعض خانواده هستند که همچو حالات را دارن ولی اکثریت مصروف کار هستن، مصروف وظیفه هستن و قدر فرصت ندارن که بازای خانواده بشینن. دقیقا نمی قسم شدن. و دیدن این تصاویر آدم به یاد امو گذشته ها مندازن. به یاد امو وقتای قدیم و کوچه های قدیم می اندازن. بله بله. باز در روزای برفی دیگه از طرف چاشتا اکثریت خانواده ها همونطور غذاهای مزه‌دار و گرم زمستانی را آماده می‌سازند، بعضا هم عوسان هم آماده می‌کنند. همون غذاهایی که قبلا مروج بود بیشتر در افغانستان که از طرف زمستان بیشتر
نوش جان میکردن. بله. خودت خود کدام فرمایش ندادی سیار جان امروز در خانه؟ امروز خود ما در دفتر هستیم، فردا جمعه است، باز بخیر حتما فرمایش میدیم. آها بسیار خوب. دیگه فردا جمعه است، طبعا در روز جمعه رخصتی میباشه و همه مردم همه برنامه‌ای که خودشان دارن یا هم مهمانی که دارن یا جای مهمان می باشن اما برنامه را تطبیق می کنن که انشاءالله بر همه بیننده‌های عزیز ما و شنونده‌های عزیز ما بخیر و خوبی بگذره. خب تصویرم دیگه کم کم نمای اصلی خود گرفت. این لحظه بارش برف و مسیر جان یا یک برف باریده؟ دقیقاً برف باریده و هوا ابری است، آسمان تاریک است. هنوز آسمان صاف نشده. صاف نشده هنوز آسمان. باز بعد از اینکه برف میباره و برفباری تمام میشه آسمان که دفعتاً صاف میشه خیلی یک آسمان سردیه و او وقت باز آسمان خیلی صاف میباشه، آبی میباشه رنگش، ولی فعلا رنگ آسمان خیلی تاریک است. بله. و ما در پنسل باید کوشش کنیم که رنگ ها مشکل است، رنگ های برفی یعنی رنگ های سفید در قسمت هایی که مثلا تاریکی است، سایه هاست، تاریک میکنیم و قسمت هایی که مثلا جای برف است، سفید میمونیم از خود کاغذ. بسیار خوب. خیلی مقبول. این هم دیگه یک نفر از کوچه میگذره. یک نفر برف پاک است که راشپیل و دستش است. برف پاک است. سابقا سیار جان همی روزه که برف میبارید یا کمه که برف زیاد میبارید باز برف پاک ها دیگه همی صبح وقت میامدن در کوچه ها صدا میکردن که برف پاک برف پاک. حالا قدر برف پاک ها نمیه چون که اکثریت مردم مدرن شدن و بامبای خانه شانه ایزوگام کردن یا هماین پشت کردن، دیگه نیاز نیست که حتما برف پاک بیایه و برفای خانه شانه پاک کنن. دقیقا. اما بعض خانه هستن که هنوز هم بسلا کاغل میکنن و از ضرورت است که حتما بام خانه شانه پاک بکنن. دقیقا، قبلا تمام بام ها گلی بود، کاغلی بود، به او دلیل باید برفایشان را پاک میکردن. بله دقیقاً. خب رسمم کم کم تکمیل شده میره و سیار جان دیگه کلن همون منظره گذشته ها را به تصویر کشیده، خیلی مقبول است و هر لحظه که ما می تصاویر ببینیم خاطرات دوران کودکی به یاد ما میاد. گذشته های شهر کابل و هموطنان ما که در ولایت زندگی میکنن حتما که چنین لحظه ها را بیشتر دیدن و به خاطر دارن. بسیار زیبا. این قسمت هم خانه هاییست که از دور نمایان است. سیار جان باز در گذشته وقتی که سرک ها پر از برف می شد و موتر ها برو مرور می کرد یک اندازه سرک لشم می شد و کودک ها کلن دیگه مبر آمدن بیرون از خانه با همسایهشان، همسن سالهشان اونجا یخمالک جور میکنن، یخمالک میخوردن. دقیقا، همه شاید خاطرات داشته باشیم. باز کلانا که از این مسیر رو برو مرور میکردن یک نفر یا دو نفرشان حتما در سرک میفتن. دقیقا. امروز هم ما که اومدیم بسیار زیاد سرک ها لشم شده بود و موترها بسیار زیاد با احتیاط و آهسته میرفتن. بسیار خوب. گپ خوب است که آهسته برن که بله بله. کدام حادثه صورت نگیره. بازده قیمتی دیگه مجبور تاوان بتن. خب سیار جان فعلا در گفتی که آسمان هم دیگه ابرای تاریک داره. بله. برف یعنی متوقف شده در حال باریدن است نیست. یا نیست؟ نه خیر نیست، برف در حال باریدن نیست، فقط آسمان ابری است، تاریک است و قسمت های پایین ما کوشش میکنیم که روشن کار کنیم. خب. تا قسمت های بالا تاریک است که پایین برجسته شود. بسیار. و معالت برفیش نمایان شود. بله، بالا باید دیگه تاریک باشه و پایین روشنتر که محالت برفی بیشتر خودش نمایان بکنه. چون ما در اینجا فقط با پنسل سیاه و سفید کار میکنیم، رنگ ها وجود نداره. آه. فقط با می تاریک ها میتونیم برف ها را منظم و نمایان بسازیم. بسیار خوب.
یعنی در پنسل ما کلن با سایه ها میتونیم حالت فصل ها را نمایان بسازیم که در کدام فصل قرار داریم، کدام قسمت کار میکنیم، یعنی کدام فصل کار میکنیم. بله. تماماً با سایه و روشن میتونیم نمایان بسازیمش. کار رسامی با پنسل دیگه همی است که از تنوع رنگ های پنسل استفاده کنیم. یعنی تاریک کدام رنگ در کجا استفاده شوه و حالت روشنش در کجا استفاده شوه که حالت کلی تصویر که ما میخواییم بتونیم به بیننده نشان بتیم. نشان بتیم. در رنگ ها ساده است، فقط رنگ ها مشخص است. ما رنگ ها را میدونیم، مثلا جایی که سفید است رنگ سفید، جایی که آبی است رنگ های آبی میقسم، هر رنگ مشخص است. ولی در پنسل ما به جز از دو رنگ در کاغذ خود دیگر رنگ ها نداریم. بله، فقط بله. سفیدی است و تاریکی سیاهی است. دقیقاً. سیار جان، باز در سابقه که برف پاکی هم میشد، برف پاکی خلاص میشد، باز دیگه خوب یک برف جنگی هم میکردن. بله بله. آدم ها که برفی جور میکردن. آدم ها که برفی میساختن، برف جنگی میکردن و یخ مالک میزدن. دیروز قدر در کابل برف نبارید که آدمک برفی جور شوه یا برف جنگی و قدر نمیشد، چون برف بسیار کم بود. ولی شاید در بعض ولایت دیگه کشور ما که سرد است برفباری بیشتر شده باشه، زمینه برف جنگی و آدمک برفی و همه مساعد شده باشه. بله. به این شکل پایینا رو بیشتر تاریک نمی کنیم که مشخص شوه که یعنی سفید است، بیشتر برف باریده و بالا بیشتر تاریک میشه تا مو آسمان معلوم شوه که تاریکی است و ابر است و پایین بیشتر روشن میشه. البته احساس میشه که هوای برفی است و برف باریده و خصوصا مو فیگور که در بین کار میکنیم با لباسای تاریک یا سیاه مشخص میشه که بیرون سفید است، روشن است و فیگور ما تاریک میباشه. بسیار خوب. بله دیگه از برف پاک خودش نمایان میسازه که به چی منظور آمده ده میسره. بله بله. بسیار عالی است سیار جان، تشکر از اینکه بازم در برنامه آمدی و یک تصویر بسیار مقبول برفی را بر ما و بیننده عزیز به نمایش گذاشتی. اگر گفتنی خودت داشته باشی بر همه تنان ما. تشکر رستم جان، زنده باشین. قسمی که ما قبلا هم کار کردیم، درخت ها را جدا کار کردیم، روز به خاطر فصل برفی بود، روز برفی بود، ما یک فصل برفی کار کردیم با پنسل. همین قسم در روزهای آینده می‌خوایم طبیعت را آهسته آهسته بیشتر و زیادتر کار کنیم. بسیار زیبا. کوتاه در رابطه با درسی که هفته آینده قرار است بر بیننده بدی؟ هفته آینده می‌خوایم روی متریال‌ها که قبلا صحبت کردیم، سنگ‌ها و سبزه‌ها و صخره‌ها کار کنیم. بله. و بعد روی طبیعت کار می‌کنیم. خیلی عالی. درخت‌هایش خواندیم. بله. نوبت میرسه هفته آینده بخیر با سنگ‌ها. سنگ‌ها و صخره‌ها. بسیار عالی. تشکر می‌کنم از خود سیار جان. وقت خوب و خوش داشته باشید. از شما هم خیلی تشکر بیننده‌های عزیز که با ما هستین و ما را تنها نگذاشتین.